مرقس فصل 14 دو روز به عید فسح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود می خواستند عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در حیام عید نباید کرد. مبادا مردم آشوب کنند. وقت عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر دسترخوان نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گران قیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت. بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند، اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت می کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می توانید به آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. به یقین بدانید در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را به آنها تسلیم نماید. آنها وقت این را شنیدند خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسب بود تا عیسی را تسلیم کند. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردند، شاگردان به عیسی گفتند در کجا می خواهی نان فسح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت به داخل شهر بروید و در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آب می برد. به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحب خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم نان عید فسح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آن طور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فسح را دیدند. وقت شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی به آنها فرمود به یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است. اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر می بود که اصلا به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن نوشیدند. عیسی فرمود این است خون من در عهد جدید که برای بسیاری ریخته می شود. به یقین بدانید که دیگر از میوه تاک نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خواندن سرود عید فسح، آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون نوشته شده است چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراگنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود
به یقین بدان که امروز و همین امشب پیش از این که خروس دو مرتبه بانگ بزند تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمی شناسی. اما او با اصرار جواب داد: حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم. دیگران هم امین را گفتند. وقتی به محل به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود: وقتی من دعا می کنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار پریشان و دلتنگ شده بود به ایشان فرمود: از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد و رنج نصیب او نشود. پس گفت: ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت: ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها بدور بمانید. روح می خواهد اما جسم ناتوان است. عیسی بار دیگر رفت و امان دعا را کرد. وقت برگشت باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چی جواب به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود: آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است، ساعتی که رسیدنی بود رسید، اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، آن که مرا تسلیم می کند حالا می رسد. او آنو صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن دوازده حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چوب مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و کلانها به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او به آنان علامت داده و گفته بود: کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا به آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت: ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چوب برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در خانه خدا در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید. اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تمام شود. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما او آنچی بر تن داشت رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و کلانها و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد حولی خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود می خواستند که دلیل بر ضد عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما دلیل به دست نیاوردند. بسیاری بر ضد او شهادت نادرست دادند، اما شهادتهایشان با یکدیگر یکی نبود. ادعای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این خانه خدا را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز خانه دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های آنها با هم یکی نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: و این تهمت هایی که به تو نسبت می دهند جواب نمی دی؟ اما او خاموش بود و هیچ جواب نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟
عیسی گفت: هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را پاره کرد و گفت: دیگر چی احتیاج به شاهدان است؟ شما این کفر را شنیدید؟ رای شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان بر رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشک او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را لت و کوب کردند. پتروس هنوز در حولی پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند، به طرف او دید و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمیدانم و نمیفهمم تو چی میگویی. بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنهاست. پتروس باز هم انکار کرد. کم بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهاستی چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگند یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره اش صحبت میکنید نمیشناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از این که خروس دو مرتبه بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.